پیوسته خوراک میخورید، پیوسته حمام میرید، پیوسته جیم میرید. یه زمانی رو بذار براش، وقتی یه زمانی رو برای کلام خدا میذاری، یه زمانی برای خانه خدا میذاری، کلیسا میذاری، یه زمانی رو میذاری که در حضور خدا باشی، یه زمانی برای خدمت میذاری، یه موقعیت مالی تو برای ملکوت خدا میذاری، شما کسی هستی که به پیروی کلام خدا پیش رفتی و اونجا هستش که تعلیم در شما تبدیل ایجاد میکنه و باعث این خواهد شد که شما این قدرت رو داشته باشی. پس شما دیگه از این به بعد آزاد هستی، از خیلی از موضوعات آزاد هستی که جزء ناهنجاری های اخلاقی شما شده، اما باید پیوسته باشه. نمیتونید شما بگید من امروز تصمیم گرفتم. سالها پیش من یه تعلیمی رو دارم که اینم تعلیم از کلیسای ایران من گرفتم. عزیزان میتونید اینو تو ذهنتون داشته باشید. امروز بورشو بهتون نمیدم. یه پاورقی رو برداری، یه پاورق وسطش یه خط بکشید، بالاش هم یه خط بکشید، قسمت اول رو بنویسید ناهنجاری ها، معایب، امیال کهنه، قسمت دوم بنویسید شکر گذاری، 4 تا 5 تا. به قولی وایزی میگفت سر خدا رو هم خیلی شلوغ نکن، سر خودت هم شلوغ نکن. موضوعاتی که تو رو اذیت میکنه، غیبت کردنت، قسم خوردنت، دروغ گفتنت و و، 4-5 تا بنویس و هر روز صبح که بلند میشی تو رازگاهان برای اینها دعا کن. هر کدومش رو دیدی در تو دیگه کار نمیکنه، انتقالش بده به اون سمت دیگه که شکر گذاریه. حالا برای 4 مورد دعا میکنی، برای اون یکی خدا رو شکر میکنی که به یادت بیاد دوباره تو دام ناهنجاری ها قرار نگیری. این کار رو انجام بده، آزاد خواهی شد. مسیح روح منو تو رو نجات داد، اما از این به بعد برای اینکه روان تو شفا بگیره احتیاج هست تو تصمیم بگیری، تو تعلیم بگیری، تو تقویت بشی، تو تلاش بکنی، تو تحمل بکنی. همه این مراحل رو باید بیاری تا تولد تازه رو پیدا کنی.